برای دیدن عکس و فیلماتون توی آیفون از برنامه فوتوز بعد استفاده بکنید. تمام عکس ها و فیلمایی که شما با آیفون گرفتید توی کامرا رول دیده میشه و بقیه آلبوم هایی که اضافه کردید از اینجا به پایین. فوتو لایبرری هم کل فیلم ها و عکس های شما رو در کنار هم نشون میده. این زیر ما چند تا عنوان داریم که یکی آلبومز، یکی پلیسز، جاهایی که عکس گرفتید و جاهایی که جیو تگ داشته تصاویرتون اینجا دیده میشن که مثلا کجاها عکس گرفتید الاخر، و فیسز هم چهره کسایی که توی عکسای شما هستن، که البته این فیسز نیاز داره به اینی که شما از آی فوتو توی اپل استفاده بکنید. یعنی شما باید یه مک داشته باشید که توش هم آی فوتو داشته باشید و اون آی فوتو در واقع این کار رو برای شما انجام میده. خب حالا اگه بخوایم یه نگاه خیلی سریع و ساده بندازیم به محتویات این فولدر، مثلا فرض کنیم من بیام اینجا، همونطور که شما حتما میدونید میتونید با این حرکت روش زوم بکنید یا زوم بک بکنید، یا مثلا با این حرکت برین عکس بعدی و قبلی، و خیلی ساده و خیلی فکر کنم دیگه همه آشنا باشن با این عنوان. این بالایی رو شما بزنید میایین توی فولدر قبلی، باز دوباره توی آلبومز، یا دوباره من میتونم برم داخل هر کدوم از اینها که خواستم. این پایین شما یه عنوان میبینید که ایمیل فوتو، این عکس رو برام ایمیل کن، اساین تو کانتکت، به یه کانتکت نسبتش بده، یوز از والپیپر، رو دسکتاپ بنداز، پرینت هم که خب پرینتش میکنه. البته تکنیک پرینتش همونطور که فکر میکنم توی درس دیگه هم توضیح دادم به این صورته که شما از طریق یه کامپیوتر دیگه باید پرینت بفرستید مستقیم، خب طبیعتاً خودش چون به پرینتر وصل نیست نمیتونه پرینت بفرسته. اما یه نکته بامزه اینجا وجود داره و اونم اینه که این پلی وسطی که شما میبینید میتونه براتون اسلاید شو درست بکنه از این تصاویر. من این پلی رو میزنم و اول برای من یه آپشن میاد، یه سری امکانات میاد که خب دوست دارین اسلاید شو چجوری پخش بشه. به صورت پیش فرض موزیکش آفه، شما میتونید موزیک رو آن بکنید، بگید مثلا از توی این چیزایی که توی آیتیونزتون دارین و تو قسمت موسیقیش دارین میتونید بگید مثلا بر من این آهنگ هوم رو انتخاب کن موقع پخش این تصاویر. و ترانزیشن هم تبدیل شدن عکس ها به همه، مثلا دیزالو عکس ها رو محو میکنه توی هم کیوب به صورت مکعبی جا به جاشون میکنه، یا ریپل مثل یه قطره اونها رو تبدیل میکنه، هر کدومشون یه جور ترانزیشن هستن که خب کسایی که با برنامه های تدوین و حالا الاخر آشنایی دارن فکر کنم خیلی گزینه آشنایی باشه براشون. شما این آپشن ها رو که انتخاب کردین اسلاید شو رو میزنید، و به محض اینکه روش کلیک بکنید اسلاید شوتون قطع میشه. حالا مثلا فرض کنید یه ترانزیشن دیگر رو اگه بخوایم با هم ببینیم، به جای ریپل مثلا فرض کنید کیوب، این الان عکس رو به این صورت تبدیل میکنه. همونطور که گفتم جیو تگ اگه شده باشه عکساتون، جایی که این عکس گرفته شده رو نشونتون میده، و فیسز هم باز همونطور که گفتم چهره کسانی که توی این آلبوم ها و توی این عکس ها هستن. اگر شما توی پی سی هستید و در واقع از ویندوز و پی سی استفاده میکنید به عنوان سیستم عامل، خب یک سری از امکانات فوتوز رو مثل همین فیسز نمیتونید ازش استفاده بکنید. ولی اگر شما از مک استفاده میکنید و تا حالا از آی فوتو مک استفاده نکردید، واقعا من بهتون توصیه میکنم حتما از آی فوتو استفاده بکنید، چون خود اون باعث میشه که توانایی و قدرت این برنامه فوتوزتون تو آلبوم توی ببخشید فوتو آیفون کلی ارتقا پیدا کنه و واقعا یه دنیای دیگه ای میشه و یه دریچه دیگه ای رو برای شما باز میکنه.